من 5 سالم بود که تصمیم گرفتم، یعنی آیدیای فیکس داشتم که نقاش بشم. اونم از اینجا شروع شد که رنگا خیلی جذبم میکرد و دوست داشتم که اینا رو به یه جایی برسونم به هم. نمیدونم قضیه چی بود، ولی پدرم وجودش خیلی مهم بود چون اون خودش نقاش بود و نقاشی خیلی خوبی هم بود. شاگرد از شاگردای پتگر بود که پتگر خودش از شاگردای کمال الملک بود، برای همین قشنگ میدونست نقاشی یعنی چی. دلش میخواست من ویولونیست بشم و خب اون فشارشو میذاشت که من ویولونیست بشم. من از اون طرف وای میسادم، میگفتم نه من میخوام نقاش بشم. از اونجا نسبت به من خیلی بیعتماد شد و از اون به بعد سر یک لجی با من افتاد و من همیشه این چیزو با این نمیتونم بگم بازی، این روش زندگی من شد با پدرم که اون منتظر باشه من بخورم زمین و من به اون نشون بدم نه من نمیخورم زمین، من میتونم وایسم رو پای خودم. این درگیری ساز در واقع درگیری این که یک سازی رو من نمیخوام یاد بگیرم، نمیخوام چیزی باشه نبود، میخواست یه چیزی رو به اون گوشزد بکنه و همینجور یه لوپی بود بین این دوتا، هی میچرخید و بعد تا پایان هم ادامه داشت اصلا، یعنی این حالت همچه بود بینشون. کردم واسه خودم بازی کردن، رنگا رو تقسیم بندی میکردم. اول میمونم مثلا هرچی زرد بود روی کتاب رو پیدا میکردم، بعد شروع کردم قرمزا رو دیدم. از خیلی سن خیلی پایین شروع شد این بازی کردن با رنگا. و بعد مسئله بعدی چلنجیه که باز با پدرم داشتم، من میخواستم نقاش بشم و پدرم به زور میخواست من وایلونیست بشم و شاید این بود که من وایسادم پاش و تصمیم گرفتم نقاش بشم. من فکر میکنم هنر یه مقدار باید ذاتی باشه، یعنی آدمو خمیرش رو داشته باشه و پریما اینو داشت و زمانی که خودش انتخاب کرد هنرستان نقاشی رو واقعا نشون داد که استعدادش رو داره. حالا من میگم این ممکنه که یه مقدار توی ذاتش باشه که من فکر میکنم هنر هست و استعدادش رو خودش هم داشت هم به وجود آورد، یعنی زمانی که رفت هنرستان بهزاد واقعا نشون داد اون استعدادی که داره. خب پریما با اون دیگه فرق میکرد، با خواهر دیگه من. پریما در واقع سعی میکرد چیزای دیگری رو در من پرورش بده، حالا نسبت به برادر دیگه هم همینجوری بود. یعنی یادم میاد اونا اگر خیلی فکر غذا خوردن ما بودن که مثلا رو یه چیز درست بکنن چون خواهر بزرگتر بودن، نه پریما بیشتر با ما طراحی کار میکرد. یعنی یادم مجبورمون میکرد یکیمون از برادرها در واقع به عنوان فیگور باشه، اونای دیگه با زغال و در واقع رو کاغذ شروع میکردیم طراحی کردن. بیشتر یه مدار حالت معلم طوری بیشتر داشتن که بخواد مثلا خواهر بزرگتر باشه. بچه های من از همه شیطون تر پریما بود، خیلی سرکش بود و دوست داشت همیشه رهبر باشه. از همون بچگی خیلی خود ساخته بود و خیلی استقلال رو دوست داشت و حتی من فکر میکنم از سن 14-15 سالگی تصمیم گرفت که دیگه از پدر پول نگیره، گالریا رو میرفت، با خیلی آدم ها سرکار داشت و مهمتر از این که برای کودکان کتابایی که برای کودکان در میمد نقاشی میکرد. بعد یواش یواش شروع کرد شعر گفتن، نوشتن، حتی چند تا کتابش چاپ شد.
دیگه شروع کردم برای خودم کار کردن که اولین اگزیبیشنم رو گذاشتم توی گالری سیهون که به نوعی کارا خیلی ساخت و ساز بود و سعی کرده بودم که یه سری از سمبولیزم هم استفاده کنم توی کارا. مثلا انار سمبول زن بود برام، آفتاب گردون سمبول مرد بود برام. اینا رو شروع کردم باش بازی کردن، به نوعی مفهومم آوردم توی کارا. نمایشگاه 106 چهره که شد، اون پروژه رو که شروع کردم، یکی از کسایی که کشتم پدرم بود و وقتی کارو دید احترام و تحسین رو تو چشماش دیدم برای اولین بار و اونجا بود که به هم خیلی نزدیک شدیم، خیلی نزدیک شدیم من و پدرم. تو این پروژه 121 نفر رو من در عرض 8 ماه پورتره‌شون رو کشیدم از نیمرخ چپ. میامدن توی خونه، یک لیست ویدیو بهشون میدادم، میگفتم انتخاب کنین یه فیلمی رو که میخواییم ببینین، انتخاب میکردن، فیلم رو براشون میذاشتم و اینا فیلم رو که میدیدن من نیمرخ چپشون رو میکشیدم. خب خیلی ها رو رفتم سراغشون، رفتم سراغ آدم هایی که برام جالبن، آدم هایی که دوستشون دارم، آدم هایی که عجیبن برام، همه اینا رو سعی کردم تو این 8 ماه جمع کنم. روز شد 3 تا مدل داشتم. این وسط خیلی چیزا دیدم، خیلی چیزا یاد گرفتم، خطوط صورت، تکسچر آدم ها، رنگاشون، هر آدم یه رنگی داشت، هر آدم یه تکسچری داشت. تا رسیدم به 121 از اونجا به بعد دیدم تموم شد، دیگه نمیتونم بکشم، تکراره، که بعد کنسلش کردم. یکی از آخرین کسایی که کشیدم آقای معتبر بود که خیلی پورتره‌ش رو خودم، یکی از کارهایی که چند تا کاره که خیلی دوست دارم تو این مجموعه، یکیش همون هستش. آقای معتبر به نوعی کسی بود که پایه ها و اصول آکادمیک رو به من یاد داد. من یادم میاد که وقتی پریما رو دیدم برای اولین بار، پریما 15 ساله بود که مادرش مثلا هنرستان دختر اومد و دوستش که عضو دانشجو اونجا بشه و از من خواستن که براش این کار رو بکنم. بعد و از اون موقع تا حالا به هر صورت یک جوری ما با همدیگه رابطه همون حفظ شده، یعنی هم اون سعی کرده کار جدید منو ببینه، هم کار جدید خودش رو من نشون داده. در هر صورت یک رابطه، همون رابطه شاگرد و معلمی تبدیل شده به یک رابطه همکاری و دوستی که تا حالا خوشبختانه تعقیب کرده. ولی اون مدام اون کوریر خودش رو تغییر داده بعد و معتقده که تو هر کوریری میتونه اون حرفاشو بزنه. به نظر من پریما هیچ کاری رو از راه راحتش نمیره، اصلا دوست داره این کارو بجنگه. اون حالت سرکشیش، اون حالت ستیزش، دوست داره بجنگه اصلا. یعنی شعر رو همینطور، اگر رفته جواهر سازی رو یاد گرفته، سخت‌ترین نوعش رو یاد گرفته، نفت چیز رو نخ بکنه یا راحت‌ترین کار، این بافتن کار بسیار سخته. این نشون دهنده روحیه پریماست، اون نشون دهنده روحیه خاصشه. تو هر چیزی، هیچ چیزی رو نمیره راحت انتخاب بکنه. زمانی که این کارای نیمرخ رو گذاشته بود، برای همه تعجب آور بود سوالایی که ازش می‌کردن که چرا اینو انتخاب کردی، و میگم خیلی خاص، خیلی خاص، و نمایشگاه هایی که گذاشت خیلی خوب ازش استقبال می شد. خودم تصمیممو گرفته بودم، برای همین هم هر کاری کردم سعی کردم در اون راسته باشه که منو برسونه به این که نقاش بشم. برای همین تمام کارهایی که به نوعی من توی زندگیم کردم، تمامشون پیوند داشته با آرت،
هیچ کاری غیر از آرت من تو زندگی نکردم. طراحی لباس فیلم کردم، طراحی صحنه فیلم کردم، کارگرافیک کردم، پاپت دیزاینینگ کردم، کارگردانی پاپت کردم و سالیان سال تدریس کردم به بچه ها. وقتی انقلاب شد پریما کارهایی که میکرد خب تفاوت داشت با کارهای قبلش، ولی هر کاری کرد نتونست خودشو تطبیق بده. خیلی اذیت شد اون زمان اون دوره. خیلی سعی کرد، خیلی تلاش کرد که باز اینجا بمونه، واقعا دوست داشت اینجا باشه، ولی روی کاراش چون خیلی از کاراشو نمیتونست نمایش بده، خیلی کاراشو نمیتونست نشون بده و این خیلی روحیش تأثیر میذاشت و سازگاری نداشت اصلا با پریما. به خاطر همین ترجیح داد که بره از ایران. رفتن از ایران، تنهاییاش خیلی عزتش کرد، اونم یه جور دیگه عزتش کرد، چون پریما یک آدم خیلی خاصی، خیلی عاطفیه. یه سری تعلقاتی که داشت از نظر خانوادهش، حتی از نظر خاک برادرش، پدرش، دوری از اینا خیلی عزتش میکرد. برای همین شعر میگفت. شعراش کاملا مشخص بود توی شعر. من بیشتر اول که رفته بود شعراش رو میدیدم، کاملا توی شعراش واضح بود. دوری از اینجا، دوری از خانوادهش، میگم دوری از همون روزا خیلی براش توی شعراش مشخص بود و اینقدر شعراش قشنگه، اینقدر شعراش گویا که قشنگ آدم میتونه حس بکنه که این دور از مملکتش و این دوری باعث میشه که این شعرها رو بگه. فوت برادرم خب تأثیر خیلی بزرگی داشت تو زندگیم. فقط میخواستم اینو یه جوری بگم. بعدها که بیشتر به دست خودم مسلط بودم و به ذهنم و تونستم اینا رو با هم ترکیب بکنم، یه سری کار کردم با دانتلا و گیپورای بلک و ماهیای مرده، خشک شده مرده، که اینا به نوعی سمبل برادرم بود. کسی که من خیلی باهاش خیلی نزدیک بودم از نظر کاراکتری، حساسیت، نه کاراکتر، بخاطر اینکه اون کاملا متضاد منه. پیمان برادر دومم هستش که اون تو پروژه های مختلف همیشه با هم کار کردیم، سالهای مختلف همیشه یکی از اسیستان های اصلی من توی کارا و پروژه هایی که گرفتم پیمان بودش. فیلم گفتگو با باد بود مال بهرام بیضایی که تو اون فیلم من طراح لباس بودم و با پیمان، اتفاقا پیمان دستیارم بود و با هم این فیلم رو کار کردیم. خیلی تجربه های مشترک کاری با پیمان داشتیم، یعنی جز خواهر برادرام کسی بود که بیشتر از همه درکم کرد. برای ما به نظر من یه نقاش حرفه‌ای که یک تعهد خاص داشته باشه نیست، در این حال کاره مصرفیه، کاره هست که میتونه یک خورده طبیعت رو زیباتر کنه. کسی میاد میره گردن بند درست میکنه، یا مثلا فرض کن یه لباس توری درست میکنه، یا نمیدونم چیزای ظریف تزیینی درست میکنه. این میخواد این طبیعتی که دور برش هست اینو زیباتر کنه، اون حالت فانتزی، حالت رویایی خودش چیز کنه، همون کودک خودش. در حقیقت خوشبختانه کودک خودش داره حفظ کرده. Thank you.
اولا مرتب من دارم اسکیچ میزنم، مرتب دارم مغزم رو سعی میکنم خالی کنم از اون چیزی که توش هست. ولی یه موقع هایی یه سری چیزا هستش که تو ذهنم شروع میکنه بزرگ شدن، شکل گرفتن، و این برای خودش کم کم شروع میکنه داستان پیدا کردن و میاد بیرون. یه موقع هایی اکثر مواقع کارهای منو اگه نگاه کنی خیلی سیاهه و غم و درد و دارکنس و این چیزا توش هست، به خاطر اینکه به نوعی نقاشی شده برام مدیتیشن، یعنی خودم رو با نقاشی ریلکس میکنم. ولی از اون طرف هم یه سری کارا هستش که همه رو با اتود و تحقیق و اینجور چیزا میبرم جلو، که خب اونا خیلی کار میبره. مثلا پروژه کینگ و کوینم، شاه و ملکم، هر کدوم از این کارا نزدیک یک سال کار برده و هنوز تموم نشده. برای همین خیلی خیلی روی کارهایی رو که به نوعی میخوام هم از دلم بیاد هم از ذهنم و هم دست، این سه تا با هم قاطی بشه، اونا رو اتود میزنم. ولی بقیه رو خودش پیش میاد، میکشم و همینه، تموم میشه. پریما خوشبختانه توی جهتوی متفاوت این چلنج داشت با این کارا، و به حال الان هم یه مجموعه از همون تلنت ها رو با خودش داره هنوز. یعنی اگر جواهر سازی میکنه باز تو همون طراحی، اگر که کار گرافیک میکنه باز طراحی، اگر پوتر سازی میکنه باز طراحی، به حال کارش ادامه داده. ولی تو یک جبهه نه. خوشبختانه از همون اول همون پتانسیلی که الان داره اون موقع همین حالت رو داشت و خوشبختانه هنوز از دستش نداده. خودش خیلی مهمه. پریما به قول امریکایی ها پارتیسیپیشن داشت توی خود هنرستان. یه دانشجو پسیو نبود، یک آدمی بود که مرتب سوال مطرح میکرد، میجنگید، کار میکرد، پشت کار داشت. شاید هم همین سبب شد که این تا هنوز داره کار هنریش ادامه میده. اون کنکاشی که کرده توی جهتوی متفاوت، تو مثلا فرض کن طراحی، نقاشی، جواهرسازی، کار گرافیک، تمام اینا رو چیز کرده، تجربه کرده. و خب مسلماً توی کارش هم، تو هر کاری هم که داره میکنه، اینا همه به یک جوری در ترکیب اونها شرکت دارن. اخیراً هم یه سری نقاشی های تلفیقی است از کوین انگلیس و فتلیشا که اینا خیلی اول به صورت نقاشی اتود توی دفترچه بود، ولی بعدن اینا رو بشه به صورت تابلو اینا رو درست کرد که خیلی زیباتر، خیلی اصلا قابل مقایسه نه با نقاشی ها نه با کارهای جواهر، اصلا یه کار بسیار متفاوتی بود. من هدف اصلیم در حال حاضر تو زندگی اینه که خوشحال باشم. دلم میخواد هپی باشم، خوشحال باشم، بتونم بخندم دوباره. مدت هاست نتونستم از ته دل اونجور که خودم دلم میخواد شاد باشم. امیدوارم بتونم اون شادی رو دوباره به دست بیارم و این دفعه بتونم بشینم با یک خیال راحت افکاری که دارم بدون اون سیاهی ها، نه اینکه بخوام فقط رنگ رو به صورت دکور استفاده کنم، نه، دلم میخواد واقعا بیاد توم دوباره، دلم میخواد دوباره اونا از تو دستم بیاد بیرون و رنگای واقعی این دفعه بیاد بیرون، نه فقط رنگای تند یا رنگای سیاه یا رنگای واقعی میخوام بیاد بیرون. و این فقط مستلزم اینه که من بتونم
یه آرامشی پیدا کنم که بشینم این کار رو انجام بدم و پروژه کینگ ام کوینم رو تموم بکنم. برای همین الان شروع کردم با ریسایکل و چیزایی که آشغالایی که اطرافم هستن شروع کردم کار کردن که اینا تبدیل شده به یک سری مجسمه و برای اولین بار تو عمرم من شروع کردم مجسمه سازی و از مجسمه سازی همیشه میترسیدم، ولی این به نوعی باعث شد که من وایسم جلو این ترس و الان یک سری کارهای جدید شروع کنم بر اساس پروژه قبلیم که روی لب کار میکنم و لب من سمبل کسی که میخواد حرف بزنه و نمیتونه تو این کارا دارم نشون میدم. حرف داره ولی نمیتونه بزنه، این لبا بستن، اینا زبون بستن، زبوناشون رو بریدن، که پروژه شده که الان 4 تا پری ساختم، پری آب و باد و خاک و آتش و یه دونم شاه پری ساختم. الان هم دارم رو یک طرح دیگه کار میکنم که 3 تا ونوس هستن که با هم هستن، رو اونا دارم کار میکنم. آخرین پروژه هم هستن. Thank you.